اینکه جلسه چهلم مرحوم دکتر شریعتی برپا بشه، سفارت ایران که به وسیله عمال خودش مطلع شده بود که قرار بزرگ داشتی برای روز چهلم آقای دکتر انجام بگیره، تماس زیادی با دستگاه‌های دولتی گرفتن که بلکه بتوانند جلو این جلسه گرفته بشه. ضمناً مثلا درباره سالن بزرگ اونسکو که قرار بود اونجا جلسه گرفته بشه یه خود رو قرقر کردن. ما هم یک کمی از نظر امنیتی تسلطمون بر سالن اونسکو کمتر بود، در حدی که سالن عملیه که هم شیعه محض است و هم رفقای ما اونجا قدرت کامل دارند بیشتر مورد اطمینان بود. به هر حال در اونجا اعلام شد و جلسه به پا شد. از همون ساعت‌های اول عکس العمل سفارت ایران و مخابرات ایران و سواک ایران شروع شد. اولین منظره این بود که آقای سفیر ایران که خودش یکی از افسران سواک هست به ملاقات وزیر خارجه لبنان رفت و اعتراض کرد که به چه حق جلسه‌ای برای یک نفر از مخالفین رژیم ایران برپا میشه و به چه حق موسی صدر به رژیم ایران حمله میکنه و به چه حق نماینده نهضت آزادی ایران در این جلسه شرکت میکنه و به شاه حمله میکنه و به چه حق نمایندگان انجمن دانشجویان اسلامی که یک سازمان ضد دولت ایران هست در این جلسه با شرکت کردن و به دولت ایران حمله کردن. اعتراض رسمی به وزارت خارجه تسلیم شد و سفیر رئیس مجلس شیعیان، رئیس مجلس شورای ملی که خود شیعه هست ولی از مزدوران غرب و ایران شناخته میشه، پیش او رفت و با او هم او را هم تحریک کرد برای اینکه فشار به دستگاه دولتی بیاره علیه این کار. البته ابتدا طمع این رو داشت سفیر ایران که بتونه آقای قطب‌زاده رو به واسطه بعضی از مزدوران دست راستی ها دستگیر بکنه، ولی خب این لقمه برای دهن او و برای دهن خود لبنان هم، دولت لبنان هم زیادی بود. کمیش هم اون که در جنگ اخیر لبنان 25 میلیون دلار از مخابرات ایران کمک مالی و مقدار زیادی اسلحه گرفته بود، البته وظیفه خودش رو خیلی زود انجام داد. در اولین کنگره مطبوعاتی گفت که من سخنرانی موسی صدر رو در جلسه کمونیست علی شریعتی شنیدم و سخنرانی او رو به مناسبت ماه رمضان دیدم، ای کاش همیشه از حرفای رمضانی میزد و در اون جور کارها دخالت نمیکرد. روز دوم به او گفتن که دکتر شریعتی کمونیست نیست، گفت کمونیست هست و سه چهارم کمونیست. و بعد گفتش که آخه برای چی باید ما یه همچین جلسه در اینجا بگیریم که دولت دوست ما ایران برنجه؟ مگه کی بوده؟ چه ارتباطی به لبنان داره؟ مردم لبنان مگه چنین چیزی رو خواست دارن؟ و بعد که از او پرسیدن که آیا اختلافاتی که در خلیج الان در جریان هست به لبنان میخوان بکشنش، گفت بله همه کار میخوان بکنن. یعنی خودش دست خودشو باز کرد، در حالتی که اختلافات بین دار دسته و مبارزین سیاسی در خلیج هست درست عکس اون چی ما گفتیم نتیجه میداد، برای این که ایران است که با دولت عربی در خلیج مبارزه داره. در هر صورت کامل شما دو جلسه یا سه جلسه حمله کرد و حتی پریروز هم به عنوان شوخی وقتی که میگن این گرما از ایران آمده، گرمای خیلی شدیدی که سابقه نداره در تاریخ لبنان، گفته که این گرما از جماعت موسی صدر. روزنامه کامل شمعون هم که به نام روزنامه صوت الاحرار هست حمله های مرتب و شدیدی میکنه و مخصوصا شیعیان رو تحریک میکنه که علیه این سخنرانی بایستن و اعتراض کنن و مثل این که راهنماییشون میکنه، بعضی از حرفایشون میده. مثلا یه جبهه به نام جبهه محافظت بر جنوب از طرف نمایندگان شیعه که خود من تشکیل داده بودم میگه که اونها به صدر خواهند گفت و اعتراض خواهند کرد، در حالی هیچ این حرف اساس نداشت. یکی از نوکران به نام کامل شمعون که اسمش کاظم الخلیله که پدر سفیر لبنان در ایرانه، او هم در جلساتش مرتبا گفت میگوید که موسی صدر کمونیست و در زندان بوده و از زندان او رو بیرون آوردن پیش از اینکه بیاد به لبنان. خبری هم به یکی از روزنامه‌های دست راستی که روزنامه کتایبی هاست، روزنامه العمل داده بود که شخص
غیر زمانی، یعنی شخص روحانی قبل از اینکه وارد لبنان بشه در زندان بوده به تهمت کمونیستی. البته حق اینکه اسم من رو بیاره نداشته، ولی چون ممنوع از نظر قانونی، ولی به طور اشاره فهمانده بود که این مسئله روشن شده بود. چطور بیا هم دم در برنامه صدای لبنان و هم در روزنامه خودشون حمله های خیلی شدید میکنن و میگن که اینجور جلسات روابط لبنان رو با کشورهای دوستش در بدترین وقت به خطر میاندازه. به علاوه همزیستی و همکاری فلسطینی ها با شیعیان، این هم دخالت فلسطینی ها در شؤون لبنان به خلاف قرار داده و خلاف قراردادیست که بین لبنان و فلسطینی صورت میگیره. و خلاصه این مسئله رو خیلی سراسدارش کردن که به چه حق ابو عمار در این جلسه شرکت میکنه و به چه حق راجبه شیعیان میگه که تفنگ ما، اسلحه ما با اسلحه شیعیان و جنوبی ها و سازمان حرکت المحرومین و سازمان عمل هماغوش همه. اینها یک نوع دخالتیست. حتی جبهه لبنانی که همون فاشیست های دست راست هستن، اعلامیه‌ای که دادن، صریحا در اون اعلامیه گفتن که سخنرانی ابو عمار در جلسه سازمان عمل به هیچ وجه با قراردادهایی که فلسطینی ها با ما دارن تطبیق نمی کنه، اونها نباید در این کار دخالت بکنن. از طرف دیگه وزیر شیعه منحصر به فرد کابینه فعلی لبنان که اسمش ابراهیم شویتوه، مقدار زیادی تملق از ایران در یه سخنرانیش می کنه و بعد هم میگه که من به هیچ وجه نمیپذیرم که در یک جلسه علیه دولت برادر ما ایران حمله و فشار آورده بشه. روزنامه های دیگه هم حاشیه میزنند بدون اسم. یه روزنامه به نام الجمهوریت هست، یه روزنامه های دیگه هست که هر کدومی گوشه کناری میزنند که پیداست پول داده میشه به نویسندگان کوچیک، چون اینجور چیزا معمولا نویسندگان تو روزنامه اضافه میکنن، پول مول خرج میشه برای این که در هر جا حمله ای از خوش و کنار شروع بشه. عاملیه که مدرسه شیعیانه روز دوم اعلامیه‌ای دادن که این جلسه به ما هیچ ارتباطی نداره. البته هیچ کس هم نمیگفت که این جلسه به اونها ارتباطی داره، برای این که با حضور اعلام کنندگان جلسه، مسئولان جلسه واضح بودن. ولی گویا این هم یه تحریکی بود، چون معمولا عاملیه یه مقدار 150,000 لیره در سال از دولت ایران کمک میگیره، موجب شده بود که اینها خودشون رو از این جلسه اظهار بیزاری بکنن. بعضی از آخونده هم که ماشاءالله در همه جا آماده خدمت هستن، به خصوص این اواخر آقایی به نام سید حسن شیرازی آمده و میگه که پولمول فراوانی هم داره و از طرف دولت ایران هم و سازمان امنیت ایران هم تقویت میشه، این ور اونور برن و جمع بشن دور هم و چرا ما باید با ایران حمله بکنیم و توی مردم مقدس بیفتن، آخه یک کلمه کشور شیعه است و چرا ما با اون حمله بکنیم و چرا ما به این کارا چه کار داریم. و بعد هم خود همون مسائلی که در باره ایران هم برای دکتر شریعتی گفته میشه مطرح میکنن. خلاصه خالی از درد سر مختصری از این ورزم بر نبوده، یعنی آقایون هم، ولی اون مقداری که تصور میشد روش آخونده منفی نبوده. به طور کلی دوستان ما که جز یه گله کار دیگه نکردن و همشون ایستادن با ما و دفاع میکنن، و به خصوص که حمله به ایران در کنار جلسه دکتر شریعتی اصولا مسئله رو از صورت دکتر شریعتی خارج کرد و به صورت یک تظاهری بر ضد رژیم ایران منعکس شد و این خودش یک مقدار مشکلات، از یک طرف مشکلاتی ایجاد میکنه ولی از طرف دیگر مشکلات دیگری رو کم میکنه. به هر حال وزارت خارجه لبنان هم معذرت خواست از سفارت ایران و گفته بود که در جلساتی که از طرف رهبران دینی بزرگ لبنان تشکیل میشه ما هیچ وقت حق کنترل کردن نداریم، بنابراین آزادی عمل دارن اونها. ولی در این حال شهربانی کل کشور مورد ملامت قرار گرفت و حتی در قصر جمهوری رئیس مجلس شورای ملی کامل اسعد که خودش برای 15 ماه آینده، یعنی ماه اوست، به یک دعوت ماه آینده ماه سپتامبر به دعوت رسمی به ایران دعوت شده، ایشون هم جلوی مدیر کل شهربانی اعتراض میکنه که این روش تو روش ناصحیحی بوده، چون مدیر کل شهربانی از دوستان ما حساب میشه و حتی جزء اون تحصیل کردگانی که بیانیه حرکت مردم رو امضا کرده بودن هست. به اصطلاح نقطه ضعفی برای مدیر کل شهربانی گرفتن. البته این حمله ها روزهای اول تا یه هفته ادامه پیدا کرد و بعد دیگه رفته رفته آرام شد، ولی حالا حمله عکس اون رو ما شروع خواهیم کرد.
و به طوری که الان این مسئله که سفارت ایران میخواد شیعیان لبنان از نظر سیاسی وابسته به ایران باشن و موسوی صدر میخواد نظر این کار انجام بگیره، به این صورت مطرح شده. اینه که تمام روشنفکران لبنان، دولت سوریه، مقامات فلسطینی و حتی بعضی از رژیم‌های دست راستی کشور عربی مثل اردن و مصر هم از این وضع شاید ناراضی نبودند. مسئله که برای ما هنوز روشن نشده روش کشور سعودی. میگویند که سفیر سعودی اظهار نارضایتی کرده از این جلسه. آیا تظاهر کرده؟ آیا فقط سعی میکرده که او خودش رو مسئول این جلسه قلمداد نکنه با اینکه کسی هم ایشون رو مسئول نمیدونست؟ ولی چون یه عبارتی در سخنرانی هست که کسانی که کوچیک هستن و سرمایه جز پول نفت ندارن، ممکن اینا به خودشون زمین رو به خودشون برگردوندن، چه عرض کنم، به هر حال روش سعودی هنوز برای ما روشن نشده. بدون شک ما منتظر عکس‌العمل‌های بهتری از طرف روشنفکران و کشورهای مترقی هستیم که متأسفانه هنوز به طور واضحی در افق ظاهر نشد. باید بگیم که این فشارها برای ما نسبتاً نه تنها سبب دل سردی نیست، بلکه سبب تقویت. خیلی سعی کردم که جوانای شیعه حرکت المحرومین رو بعضی از آخوندها تحریک بکنم که از ما بپرسن که چرا چنین کاری انجام شده، ولی اونها خب مردمی هستن مبارز و خیلی زود براشون روشن شد، به خصوص اعلامیه‌ای که مفصلا راجع به وضع جلسه مطرح کردن در 6 ماده و از طرف حرکت منتشر شد و در روزنامه حرکت هم چاپ شده عمل و رساله، کاملا مسئله رو برای اونها توضیح داد و بحثی در چیز نیست. یک مسئله رو واقعا باید دقت کرد که لبنان مردمش یک به اسلام مردم هموطن یک کشور نیستن، تجار اصله هستن، منافع خصوصی دارن، رفت آمد دارن، زد و بند دارن، دلالی دارن. اینا با این کشورها با هم ارتباط های خاصی دارن. یه مقدار از این ناراحتی ها هم نتیجه همین مسئله میگیره. مثلا کامیل شمون یکی از ایادی خیلی معتبر شخص به نام جورج ابی عدل، یکی دیگه هست به نام ویکتور موسا و خانمش مای موسا که اینها قاچاقچیان اصله بودن و خب حتما با سادواک ایران ارتباط زیادی داشتن و اینها نگران افراده هستن از این کار. این مسائل تا حالا پیش آمده و تازگی نداره. عجیب اینه که بعضی از آخوندهی که ادعای روشن فکری میکردن مثل شیخ محمد جوان مغنیه مثلا، اینها هم یه مرتبه آدم میبینی که با آخوندهی دست راستی با روزن با آخوندهی دست راستی دور هم جمع میشن و به خود شروع رو میکنن. البته یک مصاحبه مطبوعاتی خیلی مفصل با مجله الحوادث کردیم که در هفته آینده منتشر میشه، خیلی روشن و واضح در اون سخنرانی توضیح داده شده و شخصیت دکتر شریعتی گفته شده. باید این نکته رو در آخر بگیم که این دردسرها خوب چیز طبیعی است برای انسانی که مبارزه میکنه، ولی دو حادثه برای ما پیش آمده که فوق‌العاده ما رو خوشنود میکنه. یکی این که اگر این سر و صدا بلند نشده بود، دکتر شریعتی رو فقط جوانان حرکت و یا اونهایی که در جلسه شرکت میکردن میشناختن، ولی این سر و صدا موجب شد که تمام شیعیان، تمام مردم لبنان، تمام مردم لبنان، سنی ها، مسیحی ها، تمام اشخاصی که به دنبال نهضت ها و افکار میگردن، همه و همه به این افکار آشنا شدن. حرکت محرومین و شیعیان نه تنها آشنا شدن، بلکه با تعصب به او علاقمند شدند. اینه که میشه گفت این دردسرا هدف رو خیلی خیلی محکمتر و ثابتتر و نتیجه بخشتر کرد. موضوع دیگه که خیلی ما رو خوشبخت کرده شنیدم که مزدوران سازمان امنیت در اروپا یه نشریه منتشر کردن و حمله خیلی شدیدی به بنده و دکتر مصطفی و قطب‌زاده و نهضت آزاد ایران، آقای جعفری صادق اینا کرده. عبارت هایی که ما میخونیم حالا به زبان روزه نمیتونه آدم گناه کسی رو بشوره، ولی خیلی شباهت داره به نوشته های آقای جلال فارسی و آقای محمد صالح حسینی. البته اینا واقعا اینجا خیلی گوشه و کنار میشینن و حاشیه میزنن و فتنه میکنن و نشریه های ما رو غلط ترجمه میکنن، به فت میدن و گاهی از اوقات هم بحران های بین بعضی از کادرهای ما و اونا ایجاد کردن در گذشته که البته حالا دستشون باز شده. من تصور میکنم که با این دست مریضایی که آقای جلال فارسی که خودش رو از
به اصطلاح مبارزینی رو میدونه به ما داده، خب خودش رو روشن‌تر کرده و در نتیجه تکلیف رو خیلی آسان‌تر و بهتر کرده برای این کار. امیدواریم که قبل از همه چیز و بعد از همه چیز رضای خدا و خدمت بشر در این کار باشه که ما تقریبا مطمئنیم که هستیم.